در یکی از برنامه‌های گذشته گفتم که ما در فارسی واژه تاریخ را برای سه بگرت کنسپت گوناگون به کار می‌بریم. سه بگرتی که نه تنها در ترم شناسی دانشی معناهای گوناگونی دارند، بلکه در زبان روزانه هم باید برای روشنی گفتار و دوری از ابهام و اتلاف وقت آنها را با سه واژه جداگانه بیان کرد. در آمیختن بگردهای گوناگون نشانگر یا زیبنده زبانی توانا نیست. در اینجا نمیخواهم گفته های پیشین را تکرار کنم. کسانی که علاقه‌مندند میتوانند ویدئوی آن گفتار را درباره تاریخ بنگرند. امروز میخواهم درباره واژه دیگری سخن بگویم که ما آن را به دو معنا به کار میبریم. و آن واژه ما هست، یکی به معنای کره ماه و دیگری به معنای دوره ای از زمان، بخشی از سال. در گاه شمار ماهی یا قمری طول ماه عبارت است از مدت زمانی که ماه شکل پیشین خود را باز می‌یابد، مثلا از هلال تا هلال. طول این ماه تقریبا 29.5 روز است. در گاه شمار خورشیدی مانند گاه شمار ایرانی ماه عبارت است از در حدود 1/12 طول سال. ماه خورشیدی به ماه یعنی کره ماه بستگی ندارد. این به کار بردن یک واژه برای دو بگرد خرسند کننده نیست. به این نمونه ها توجه کنید. گفتم ماه خورشیدی به ماه بستگی ندارد. ماه نخست طول زمان است، 1/12 درازای سال خورشیدی. ماه دوم کره ماه است. نمونه دیگر، ماه در ماه هفتم بیشتر پشت ابرها بود. ماه نخست کره ماه است، ماه دوم ماه گاه شمار است. اینکه چرا ما واژه ماه را برای دو چیز به کار میبریم به گذشته های بسیار دور باز میگردد. هزاران سال پیش وقتی که انسان زمان را با حرکت کره ماه اندازه می گرفت، برای کره ماه و زمانی که از روی آن به دست می آورد برای هر دو یک واژه به کار می برد. این را در همه زبانهای هندو اروپایی می تواندید. در انگلیسی مون و مانث هر دو به معنای کره ماه بودند، ولی انگلیسی زبانان مدتها پیش معنای آنها را از هم جدا کردند. دیسه مون را برای کره ماه گذاشتند و دیسه مانث را برای مدت زمان. همچنین است در آلمانی که دو واژه موند به معنای کره ماه و منت به معنای بخشی از سال یا زمان حرکت ماه به گرد کره زمین را به کار میبرند. این هر دو واژه در اصل یک معنا داشتند و با مون و مانث انگلیسی هم ریشه‌اند. در همه زبانهای ژرمنیک چنین است. در هلندی من و منت، در دانمارکی مونه و مونه، در فرانسه و دیگر زبانهای رومن مانند اسپانیایی، ایتالیایی، پرتغالی به کره ماه لون یا لونا میگویند و به ماه زمان موا یا مس، که از دو ریشه گوناگونند. موا با مون و مانس و ماه فارسی هم ریشه است و لون از لاتین لونا گرفته شده. این واژه لاتین هم ریشه است با واژه فارسی روز یا روشن. حتی در عربی هم برای این دو بگرد دو واژه گوناگون به کار میبرند، قمر و شهر. پرسش این است که چرا ما تا کنون همان راهی را که دیگر زبانهای هندو اروپایی رفتند نپیموده ایم و در همان حالت بدوی باقی مانده ایم. من برای این بحث چند علت میدانم. یکی تأثیر ویرانگر عربی که خود را بر فارسی تحمیل کرده و نگذاشته ایرانیان چنان که باید به فارسی برسند. این گفته ای استاد جلال الدین همایی را که در سال 1322 در فرهنگستان یکم بیان کرده، هرچه تکرار کنیم باز هم کافی نیست. میگوید وقتی که تمام دورانها را از ظهور اسلام تا حال حاضر از مد نظر بگذرانیم، میبینیم که دانشمندان ما از قدیم تا کنون متاسفانه بیشتر سعی و کوشش خود را در زبانهای بیگانه صرف کرده
سهل است که پاره ای از کوته اندیشگان اصلا زبان فارسی را خار و بیمقدار شمردند. دانشمندان حاضر بیشتر در زبانهای اروپایی کار میکنند. علمای قدیم تمام هم خود را در تدوین و تکمیل زبان و ادبیات عرب مبذول داشتند و به زبان فارسی چندان اعتنا نکردند. در صورتی که اگر عشران همه زحمت و رنج را برای قواعد فارسی متحمل شده بودند، صرف و نحو و معانی و بیان و لغت فارسی نیست به حد کمال می‌رسید. بعضی می‌گویند فارسی زبان علمی نیست. چرا نیست؟ برای اینکه بدان توجه نداشته و در این زمینه کار نکرده و تحمل رنج و زحمت را به خود هموار نساخته و در واقع نخواستیم که آن را به زبان علمی تبدیل کنیم. فرق است میان نخواستن و نشدن. افسوسمندانه بیش از 70 سال پسان این سخنان هنوز تازگی خود را از دست ندادند. زیرا حتی کسانی که دستن در کار بهسازی زبان فارسی هستند، مسئله های اصلی زبان فارسی را در نیافتند و وقت خود را صرف خردکاری و جزئیات میکنند. به نظر من زبان فارسی به بازدیسی یا رفرم ژرف نیاز دارد. علت دیگر میتواند این باشد که فارسی زبان شعر است و شعر به ویژه در تغزل با ایهام و استعاره و چند پهلویی بازی میکند و بنابراین پرسون دقیق نیست. در بسیاری موردها شاعر خوشحال است که با یک تیر دو یا چند نشان میزند. البته این گناه شاعران و ادیبان نیست. کوتاهی کسانی است که کارشان به منطق روشمند نیاز دارد. کسانی که به زبان پرسون نیازمندند برای برآوردن نیازهای خود چندان نکوشیدند. برای ملایم تر کردن این انتقاد این را هم بگویم که تا چند دهه پیش افسارهای لازم را برای پرداختن روشمندانه و دانشیک به زبان فارسی نداشتیم. امروزه می توانیم از پیشرفت‌هایی که در بهتر شناختن زبان فارسی و زبان‌های پیشین آن، فارسی میانه، فارسی باستان، اوستایی استفاده کنیم و همچنین از گنجینه‌های پربار زبان‌ها و گویش‌های دیگر ایرانی و فارسی بهره ببریم. پرسش این است که اگر بخواهیم از امکان‌های فارسی برای از میان برداشتن این مسئله استفاده کنیم چه باید بکنیم؟ همانطور که در زبانهای اروپایی، انگلیسی، آلمانی و دیگرها دو واژه برای نامیدن ماه وجود داشته، در فارسی هم چنین است. ما در فارسی واژه مانگ را داریم که دیسه دیگری است از ماه. این واژه در ادبیات فارسی به کار رفته است. نمونه منصوری میگوید به گرمی به دیشان یکی بانگ زد، که از آن بانگ تب لرزه بر مانگ زد. همچنین این بیت از شاعری ناشناخته: نتابد پیش مهر روی او مانگ، که از شش دانگ حسن اوست یک دانگ. از این گذشته واژه مانگ همکنون به جای ماه در پهنه بزرگی از ایران به کار می رود. در کردی مانگ، در مازندرانی تبری مانگ، در تاتی تالشی لکی مونگ، در شه میرزادی و سنگسری مونگ. این واژه اصلا از اوستایی مانگ می آید. در اوستایی هم ماه وجود داشته و هم مانگ، و این دو دیسه هر دو به فارسی رسیدند. پس ما هم در فارسی می توانیم همان کاری را کنیم که اروپاییان کردند. ماه را برای بخشی از زمان بگذاریم و مانگ را برای کره‌ای که به گرد زمین می گردد. این کار همچنین سپاس از ایرانیانی است که در زبانهای ایرانی و گویشهای فارسی صده ها این واژه را و این گونه واژه ها را حفظ کردند و امروز به ما رساندند. من در فرهنگ اخترشناسی و اخترفیزیک که فرهنگ بگردهای اخترفیزیک اتحادیه جهانی اخترشناسی است، واژه مانگ را به کار بردم، به ویژه برای صفت ماه لیونار. به جای بکار بردن قمری میتوان گفت مانگی. نمونه ها: روز مانگی به جای روز ماهی لیونار دی. روز مانگی مدت زمان میان دو برآمدن پیاپی خورشید است برای کسی که در کره ماه باشد. طول این روز برابر است با 29.5 روز زمینی که همان ماه هلالی است.
سال مانگی به جای سال ماهی یا سال قمری برابر است با 12 ماه هلالی که می شود 354.37 روز تقریبا. همچنین گاه شمار مانگی به جای گاه شمار ماهی یا قمری. این بود کمی درباره مانگ، اما درباره ماه. ماه عبارت از مدت زمانی است که پس از آن مانگ یک بار به گرد زمین می گردد. درازای مدت گردش مانگ به گرد زمین 27 روز و چند ساعت است. بستگی دارد که این گردش را نسبت به چه نقطه ای بگیری. اگر گردش نسبت به ستاره ای ثابت باشد، یعنی مدت زمانی که مانگ از ستاره ای می گذرد و پس از یک دور گردش به گرد زمین به آن می رسد، 27 روز و 7 ساعت و 43 دقیقه و چند ثانیه است. این را ماه اختری می گویند. اگر نقطه نزدیکترین نقطه مدار ماه از زمین باشد که پیرازم نام دارد، 27 روز و 13 ساعت و 18 دقیقه و چند ثانیه وقت لازم دارد. این را ماه پیرازمی می نامیم. اگر نسبت به نقطه هموگان یا اعتدال بهاری باشد، 27 روز و 7 ساعت و 43 دقیقه و چند ثانیه خواهد بود. این را ماه هموگانی می نامیم. یکی دو ماه دیگر داریم که در اینجا وقت پرداختن به آنها نیست. وقت ما به پایان میرسد. بگوییم که چرا ماه هلالی، یعنی مدت زمان لازم برای اینکه مانگ سیمای پیشین خود را بیابد، از مانگ نو تا مانگ نو یا از مانگ پر تا مانگ پر 29 روز و 12 ساعت و 44 دقیقه و چند ثانیه است. به سخنی دیگر، چرا ماه هلالی نزدیک به دو روز از آن ماه‌هایی که برشمردم دراستر است؟ ماه‌هایی که 27 روزند به موقعیت مانگ نسبت به خورشید بستگی ندارند. ماه هلالی به موقعیت مانگ نسبت به خورشید وابسته است، چون شکل ماه را هلال باشد یا پر، جای ماه نسبت به خورشید تعیین می‌کند. و چون کره زمین یک جا نایستاده و در مداری به گرد خورشید می‌گردد، مانگ در حدود 2 ساعت بیشتر وقت می‌خواهد تا به موقعیت پیشین خود برسد.